پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو رو تماشا کنی، چون میخوام دوتا از قدرتمندترین نژادهای دنیا یعنی دوبرمن و روتوایلر رو به جنگ هم ببرم تا ببینیم کدومشون بهتره و میتونه پیروز این مسابقه حساس بشه. مسابقه رو شروع میکنیم. امید به زندگی. طول عمر روتوایلر 8 تا 10 ساله، در حالی که طول عمر نژاد دوبرمن بین 10 تا 13 ساله. به طور متوسط دوبرمن 2 تا 3 سال بیشتر زندگی میکنه، پس امتیاز اول به دوبرمن میرسه. سلامت عمومی. به دلیل شیوه های نامناسب پرورش، بعضی از نژادها مستعد مشکلات خاص ژنتیکی هستند. پیدایش نژاد دوبرمن به سال 1890 میلادی برمیگرده، پس نسبتاً نژاد جدیدی به حساب میاد و درگیر بیماری های زیادیه. اما نژاد روتوایلر نسبت به نژاد دوبرمن سلامت بیشتری داره، پس امتیاز بعدی برای روتوایلر. محبت به خانواده. برخی از نژادها شخصیتی مستقل دارن و ترجیح میدن فقط با یکی از اعضای خانواده ارتباط خوبی داشته باشن. اما دوبرمن و روتوایلر هر دو نژاد عاشق خانوادهشون هستن و دوست دارن با تمامی اعضای خانواده معاشرت داشته باشن. پس امتیاز بعدی برای هر دو نژاد. هوش و ذکاوت. روتوایلر و دوبرمن سگ‌های بسیار باهوشی هستند و از اعتماد به نفس بالایی هم برخوردارن و میتونن از پس هر کاری بر بیان. اینم بگم که هر دو نژاد در لیست 10 نفره باهوش‌ترین سگ‌های دنیا هم حضور دارن، پس امتیاز بعدی هم برای هر دو نژاد. ارتباط با کودکان. به طور کلی هر دو نژاد ارتباط خوبی با بچه‌ها برقرار می‌کنن، اما به خاطر اطلاعاتی که از صاحبین این سگ‌ها گرفتیم باید بگیم که روتوایلر به مراتب رفتار دوستانه‌تر و بهتری با بچه‌ها داره، پس یه امتیاز برای روتوایلر. ارتباط با حیوانات و سگ‌های غریبه. هم دوبرمن و هم روتوایلر نسبت به سگ‌های همجنس خودشون رفتار خوبی نشون نمیدن، اما نژاد دوبرمن ارتباط خوبی با حیوانات خونگی دیگه در خانواده برقرار میکنه. البته ممکنه گاهی نسبت به گربه‌ها و حیوانات دیگه متهاجم بشه، ولی نژاد روتوایلر یه جوری نگهبان حیوانات دیگه در خانواده هستن و رفتار بسیار دوستانه‌ای باهاشون دارن. یک امتیاز برای روتوایلر. نگهداری در آپارتمان. طبق آماری که به دست اومده، نژادهای پیتبول، روتوایلر، دوبرمن، ژرمن شپرد و هاسکی بیشترین محبوبیت رو در نگهداری از سگ‌های بزرگ در آپارتمان دارن. هر دو نژاد در صورتی که تخلیه انرژی براشون انجام بشه میتونن در آپارتمان هم زندگی خوبی داشته باشن. پس یک امتیاز برای هر دو نژاد. نگهداری برای صاحبین تازه کار. نگهداری برخی از سگ‌ها نسبتاً بهتر و آسان‌تره، اما مدیریت سگ‌هایی که حساسیت بالا و شخصیت مستقلی دارن ممکنه برای اولین تجربه نگهداری یکم چالش برانگیز باشه. تو این مورد ممکنه نژاد روتوایلر براتون مناسب نباشه، پس نگهداری از دوبرمن انتخاب بهتریه. یک امتیاز برای دوبرمن. راحتی در آموزش. آموزش دادن نژاد روتوایلر نسبتاً آسونه، چون اونا مشتاق، باهوش و دارای اعتماد به نفس بالایی هستن. اما باید بگم که آموزش نژاد دوبرمن خیلی آسون‌تر و راحت‌تر از نژاد روتوایلره، پس امتیاز بعدی هم برای نژاد دوبرمن. پوشش بدنی. هر دو نژاد از پوشش موی کوتاه برخوردارن و مراقبت بهداشتی و آراسته کردن اونها میتونه راحت تر از سایر نژادها باشه، اما اونها مثل هر سگ دیگه‌ای به برس کشیدن و رسیدگی مکرر نیاز دارن. یک امتیاز برای هر دو نژاد. سطح انرژی. سگ‌های روتوایلر واقعاً سگ‌های قدرتمندی هستن. اونها برای بازی کردن و تخلیه انرژی نیاز به فضای زیادی دارن، پس اگه توی فضای کوچک قرار بگیرن ممکنه دچار مشکلات رفتاری بشن. اگرچه اونها دارای انرژی بالایی نیستن، اما توی این مورد انرژی بیشتری نسبت به دوبرمن‌ها دارن. یک امتیاز برای روتوایلر. توانایی نگهبانی. بدون شک هم روتوایلر و هم دوبرمن استعداد عجیبی در نگهبانی دارند و به جرئت میشه گفت جز باهوش‌ترین و قدرتمندترین سگ‌های نگهبان در تمام جهان هستند، پس امتیاز بعدی برای هر دو نژاد. تمایل به سر و صدا کردن. نژاد دوبرمن ممکنه به هر چیزی واکنش نشون بده و سر و صدای زیادی داشته باشه، اما روتوایلرها سگ‌های آرومی هستن و زمانی شروع به سر و صدا میکنن که واقعا احساس خطر بکنن، پس یه امتیاز برای روتوایلر. تحمل تنهایی.
روتوایلرها سگ‌های بسیار اجتماعی هستند و نباید مدت طولانی تنها بمونن، چون ممکنه به یک سگ بی‌نظم و مخرب تبدیل بشن. این در حالیه که نژاد دوبرمن مستقل‌تره و میتونه با آموزش دادن حتی تا 12 ساعت هم تنها بمونه. پس یه امتیاز برای دوبرمن. تحمل هوای سرد. روتوایلر سگ آب و هوای سرده و به خاطر پوشش بدنی خاصی که داره میتونه به خوبی دمای پایین رو تحمل کنه. اما نژاد دوبرمن ممکنه انتخاب معقولی برای نگهداری در سرما نباشه. یک امتیاز برای روتوایلر. تحمل هوای گرم. برعکس روتوایلر در هوای سرد، نژاد دوبرمن میتونه به خوبی توی آب و هوای گرم مقاومت و زندگی کنه. اما باید حواستون باشه که در معرض گرمای شدید قرار نگیرن، چون ممکنه دچار گرم و زدگی بشن و مشکلات جدی براشون پیش بیاد. یک امتیاز رو میدیم به نژاد دوبرمن و مسابقه رو همینجا به پایان میرسونیم. بریم سراغ امتیازات نهایی. برنده این مسابقه نژادی نیست جز روتوایلر. این مسابقه به شدت نزدیک بود، اما روتوایلر تونست با یک امتیاز بیشتر برنده این نبرد حساس بشه. حالا ازتون میخوام بهم بگید به نظرتون حق کدوم یکی از این نژادها بود تا برنده این مسابقه یه خفن بشه. همچنین تو کامنت برام بنویسید تو ویدیوهای بعدی چه نژادهایی رو با هم دیگه مقایسه کنیم. دمتون گرم که تا انتهای این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه و همین دیگه، دمتون گرم، خیلی مخلصم.